با سلام و آرزوی بهترین ها خدمت دوستان و بینندگان عزیزم. امروز تصمیم گرفتم شیرینی پادرازی قزوین رو به شما دوستای گلم آموزش بدم. این شیرینی به شکلهای مختلف تهیه میشه، هم با 3 آرد تهیه میشه، با 2 آرد تهیه میشه و با 1 آردم میتونید این شیرینی رو تهیه کنید. منظورم از 3 آرد هم میتونید از آرد نخودچی، آرد برنج و آرد گندم توامن استفاده کنید، یا فقط از آرد گندم و آرد برنج استفاده کنید، یا به تنهایی میتونید از آرد گندم استفاده کنید. اینجا من میخوام از آرد گندم و آرد برنج استفاده کنم. این شیرینی واقعا خوشمزه و راحت تهیه میشه و مناسب برای ایام عیده. پس بریم با معرفی مواد اولیه کارمون رو شروع کنیم. مواد لازم برای تهیه شیرینی پادرازی قزوین: آرد گندم که از نوع آرد سه صرف یا آرد قنادی استفاده می کنید 200 گرم که 3 بار حتما اونو باید الک کنید. آرد برنج 100 گرم که حتما اونم با الک حریر 3 بار الک کنید. پودر قند 140 گرم که اونم حتما 3 بار با الک حریر الک کنید. زرده تخم مرغ 1 عدد. روغن 150 گرم که 75 گرم روغن صاف قنادی و 75 گرم روغن نیمه جامد میتونید استفاده کنید. گلاب 1 قاشق غذاخوری. پودر آسیاب شده هل 1 قاشق چایخوری. تخم خرفه به میزان لازم. پودر پسته به میزان لازم. خب عزیزان، ابتدا ما روغن و پودر قندمون رو داخل میکسر میریزیم. حالا حدود 10 دقیقه مواد رو با هم کاملا مخلوط میکنم. ابتدا با دور کند و بعد با دور متوسط. خب عزیزان، حدود 8 دقیقه کامل من مواد رو با هم مخلوط کردم. یه مایه رنگ روشن به این شکل به همون میده، کاملا سبک و پوکه. تو این مرحله 2 دقیقه دیگه از زمانمون باقی مونده که مواد پودر قند و روغنمون رو هم بزنیم. تو این مرحله ما پودر هلمون رو اضافه میکنیم. 1 قاشق غذاخوری گلاب داشتیم، اونو اضافه میکنم. مراقب باشید گلاب رو زیاد اضافه نکنید، باعث سفت شدن شیرینیتون میشه. گلابم اضافه کردم. یه دونه زرده تخم مرغم داشتیم، زرده تخم مرغم اضافه میکنم. 2 دقیقه بعدم اجازه میدیم تا همزنمون کار کنه. دو دقیقه زمانی هم که دادیم تموم شد. کلن 10 دقیقه ما تمام مواد رو به جز آردمون با هم مخلوط کردیم. شما اگر همزن نداشته باشید میتونید با دستم این کارو کنید. با این همزنهای مفتولی دستی میتونید پودر قند و روغنتون رو کاملا بزنید تا پوک بشه و مواد رو کم کم اضافه کنید. حالا تو این مرحله من آرد و قاشق قاشق به موادمون اضافه میکنم. همزن رو روشن میکنم.
خب عزیزان، همونطور که میبینید یه خمیر نرم و لطیف داریم. خب عزیزان، وقتی آردمون تموم شد حدود 2 دقیقه همینطور به هم زدن ادامه بدید تا کاملا خمیر در وسط ظرف به این شکل جمع بشه. یه خمیر نرم و لطیف هم داریم. اگر خواستید به سبک سنتی این شیرینی رو درست کنید، نیاز به استراحت نداره. اگر خواستید قالب بزنید، حتما 1 ساعت داخل یخچال توی کیسه فریزر و داخل یخچال قرار بدید. عزیزان، همونطور که میبینید خمیر ما آماده شد. یه خمیر خیلی نرم و لطیفه. اگر خواستید این خمیر رو قالب بزنید، حتما خمیر رو داخل کیسه فریزر قرار بدید و به مدت 2 ساعت داخل یخچال بذارید. ولی اگر خواستید به سبک سنتی درست کنید، سینی فرمون نیاز به چرب کردن نداره. سبک سنتیش به این شکله که توی دست یه مقدار به اندازه یه گردو برداشتم، توی دست گردش میکنیم ترک نداشته باشه و به این شکل تو دستمون حالت میدیم. این سبک سنتیشه. بعد با یه چنگال یه شیاری روش به این شکل ایجاد میکنیم، داخل سینی فر قرار میدیم، یک مقدار با فاصله بچینید. میتونید هم از تخم خرفه و هم از پودر پسته براش استفاده کنید. به این شکل یک مقدار روش میریزید. من یکی دیگرم درست میکنم. قالبایی هم که برای این شیرینی هست، قالبای برگ 3 سایزه، سایز بزرگ، متوسط، کوچیک، به دلخواه از هر کدوم که خواستید میتونید استفاده کنید. قبلش باید حتما اونو داخل آرد برنج فرو کنید. بعد البته الان خمیر من تازه است، داخل یخچال قرارش ندادم. به این شکل به قطر 1 سانت باز میکنید. و با هر اندازه‌ای که خواستید به این شکل قالب میزنید. قالبا به راحتی در میاد. به این شکل لباشو یک مقدار تیز کنید، با چنگال به همون شکل یه حالت بدید. حالا روی من پودر پسته میپاچم، این گوشه بذارم. روش یک مقدار پودر پسته میپاچیم. به این شکل. این روش قالب زدنش بود، این روش سنتیش بود. هر کدوم که دوست داشتید میتونید درست کنید، ولی برای قالب زدن حتما 1-2 ساعت داخل یخچال قرار بدید. من تمام شیرینی ها رو آماده میکنم و زمانی که میخوام داخل فر بذارم بهتون نشون میدم. من یکی دیگه به سبک سنتیش رو درست کنم. یک مقدار از خمیر به اندازه یک گردو بر میداریم، توی دستمون کاملا گردش میکنیم. بعد حالت لوله به این شکل حالت لوله میکنید. دو طرفش سعی کنید یک اندازه باشه. با قاشق، ببخشید، با چنگال یه خط به این شکل. من شیرینی پادرازی رو با دست درست کردم، پودر خرفه روش ریختم.
فرم از قبل با حرارت 160 درجه سانتیگراد یک رو قبل روشن میکنیم و شیرنی رو طبقه وسط فر حداقل 10 دقیقه و حداکثر 15 دقیقه قرار میدیم. زمانی که دیدید اطراف شیرنی تقریبا طلایی روشن شد، زمان برداشتن شیرنیه. میبرم داخل فر قرار بدم. عزیزان، اینم سینی فر دوممونه. من شیرنی ها رو یک مقدار ریزتر درست کردم و برای تزیینم پودر پسته استفاده کردم. اینم میبرم بذارم داخل فر. خب عزیزان، من شیرنی که ریزتر بود و زودتر از فر درآوردم. همونطور که میبینید الان داغ، نباید از سینی فر جدا کنید. ببینید در این حد که شد پشتش، شیرنیمون آماده است. خب عزیزان، اینم سینی دوممون آماده شد. دست نزنید تا کاملا خنک شه و بعد از سینی فر جدا کنید. شیرنی های درشت‌تر زمان بیشتری تو فر موندن. شیرنی ریز حدوداً 14 دقیقه و این درشتا تقریبا 20 دقیقه داخل فر بودن. دوستای گلم، شیرنی پادرازی ما آماده شد. همونطور که دیدید طرز تهیهش خیلی راحته. هر چقدر این شیرنی رو ریزتر درست کنید شکیلتره و مناسب شب عیده. من یه ذره کسالت داشتم، حوصله نداشتم، بعضیاشو درشت درست کردم و بعضیاشو ریز. سایز درشتم اینه و سایز ریزمم اینه. دوتاش هم میتونید تهیه کنید تو هر سایزی که دوست دارید، ولی هرچی ریزتر باشه زیباتر و شکیلتره و مناسب گفتم برای ایام عیده. زمانی که داخل فر میذارید، خب به خاطر اندازه هاش دما متفاوته. اونایی که درشترن زمان پخت بیشتری میبرن و اونایی که کوچیکترن زمان پخت کمتری. وقتی اطراف شیرنیتون به این شکل یک مقدار خیلی کم، ببینید رنگ پشتش روشنه، اطراف یک مقدار که تیره شد، متوجه میشید که شیرنیاتون آماده است و از فر خارج میکنید. و تا زمانی که داغه به شیرنی دست نزنید، بذارید خنک شه و بعد داخل ظرفی که دوست دارید بچینید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما عزیزانم قرار گرفته باشه. تا یه آموزش دیگه، شما دوستای گلم رو به خدای بزرگ میسپارم. در ضمن اشتراک گذاری رم فراموش نکنید. خدا نگهدار.